سوراخی تو کف زیر بدن سوراخ دارم اونم من بحث اینجا نیست که اینا رو بخوام درس بدم. اینا سوراخ فرام اووار، سوراخ فرام اووار میاد از این سوراخ فرام اووار میره داخل چی؟ داخله. اگر گفتید کجا؟ حفره اینفرا بحث حفره تریگو پالاتین، حفره تریگو پالاتین بس مگزیلا به این صورت میشه. حالا بکر میاد داخل حفره تریگو پالاتین. اما این عصب افتالمیک بعد از اینکه از این سینوس کاورنوس خارج میشه سه شاخه میشه، سه تا شاخه میشه داشت دقیقا. یک شاخه میشه شاخه خدمت شما از کنم نازو سیلیاری و سه تا شاخه میشه دقیقا از این کورش میشه نازو سیلیاری. یه شاخه میشود شاخه، یه شاخه میشود شاخه فرونتال، یه شاخه میشه شاخه لکجمال. پس عصب افتالمیک وقتی از سینوس کاورنوس جدا میشه سه تا شاخه میشه. شاخه بالایی میشه چی؟ نازو سیلیاری، نازو سیلیاری. شاخه وسطی میشه چی؟ فرونتال، فرونتال نه، نازو سیلیاری نه، فرونتال نه. شاخه خارجی میشه چی؟ لکجمال نه. این سه تا جهتشون اگر توجه کنیم میرن به سمت چی؟ به سمت کلیجیش. این سه تا اوکی؟ بس این سه تا شد لاکسیمال نر، فرونتال نر، نازو سیلیاری نر. این شاخه های عصب افتالمیک اینا به گونه ایه که اگر امتداد بدیم اینا رو شاخه لاکسیمال نر دونه دونه میاد جلو، میاد جلو، میاد میاد وارده بفه اوردی میشه. از کجا؟ خارج کامل تندون میگه، خارج کامل تندون میگه. و همچنین عصب فرونتال هم میاد جلو، میاد جلو، خارج کامل تندون میگه وارده خدمت شما عرض کنم که حفره چشم میشه. خب بس اینجا اگر حفره چشم باشه دو تا عصب وارد شد، یک عصب عصب لاکریمال بود، یه دونه عصب عصب فرونتال بود که داخل تر هست، لاکریمال هست و فرونتال است. اما این عصب نازو سیریالی، عصب نازو سیریالی من واسه اینو بکشم از این خارج بیان که بعدن قاطی نشه مسیرشون از خارج بکشم اینجا که نمارم از خارج بیان که نمارم قاطی نشه. خب این عصب لاکریمال اینجور بزنیم این هم عصب چی؟ فرونتال. این هم عصب فرونتال هست، این هم عصب فرونتال هست. اینجا درست کنم که بچه ها قاطی نکنم. اما این عصب نازو سیلیاری، عصب نازو سیلیاری میاد به سمت جلو، میاد به سمت جلو دقیقا. این هم از شکاف اوربیت فوقانی وارد میشه ولی کجا؟ داخل رینگ، داخل کامنتندو رینگ، کامنتندو رینگ، این داخل کامنتندو. اما عصب شماره چهار، عصب شماره چهار میره خارج، میره خارج دقیقا، دقیقا از خارج کامنتندو رینگ وارد میشه. عصب زوج چهار، این اگر عصب زوج چهار باشه من مسیرش رو پیدا کنم از خارج میام. عصب زوج چهار، ببخشید من این دوتا رو اشتباه کشیدم. بالای بالا عصب لاکریمال وارد کره چشم میشه، بعد زیرش عصب چیه؟ فرونتال هست و پایین عصب زوج چهار هست یا تروکلو هست وارد حفره اوربیت میشه. حالا میگم هر کدوم اینا سرنوشتشون چی میشه، سرنوشتشون چی میشه. داخل حفره اوربیت الان یه عصب اومد، عصب نازو سیلیاری، عصب نازو سیلیاری، عصب نازو سیلیاری. خب عصب زوج سه چه اتفاقی واسش میفته؟ عصب زوج سه، عصب زوج سه وقتی از سینوس کاورنوس یا عصب اوکلوموتور خارج میشه یک شاخه فوقانی میشه، یک شاخه تحتانی، یک شاخه فوقانی میشه و شاخه تحتانی. این عصب میاد جلو، شاخه فوقانیش، شاخه فوقانیش از بالای عصب نازو سیلیاری وارد میشه، شاخه تحتانیش از زیر عصب نازو سیلیاری، شاخه تحتانیش از زیر عصب نازو سیلیاری. بس این دو تا عصب های اوکلوموتور یا زوج سه هم، زوج سه هم از داخل کامنتندون رینگ وارد اوربیت میشن، یکی بالاش یکی پایینش، یکی پایینه. یه عصب اثر زوج شیش، عصب زوج شیش هم اگر اینجا من
بکشم مثلا زوج شیشه که در اومده از اینجا رو بکشم که در اومده میام از داخل کامنت زندان رینگ وارد میشه، از داخل کامنت زندان رینگ وارد میشه دقیقا اینجا. خب من اعضا دونه دونه میخوام بکشم، بالای بالا لاکتیمار هست، فرونتال هست، اثر زوج 4 بس در نتیجه لاکتیمار فرونتال اثر زوج 4 از خارج کامنت زندان رینگ هست، ولی اثر نازوسیلیاری و همچنین اثر نازوسیلیاری و همچنین اثر زوج اوکولوموتور یا سه شاخه فوقانی در ترتنیز از زوج 6 از داخل کامنت زندان رینگ هست. خب این ما اعصاب وارد کلیچش کردیم، البته دو تا چیز دیگه مونده، یکی این که از این کانال اپتیک چه اعصابی وارد بشه. از کانال اپتیک اینجا اگر ما ساختاری که ما میخوایم اینجا بکشیم ساختار کلیچش هست، درسته؟ ساختار کلیچش ماجیکا خوب نیست، ماجیکا خوب نیست، منطقه یار باید بکشیم اینجا چیه؟ کلیچش کاری اینجا قرنی هست، اینجا عصب اپتیکه هست. ساختاری که میاد از اینجا خارج میشه ساختار چیه؟ عصب اپتیکه هست. از همینجا میاد حالا برگشت داخلش از اینجا عصب اپتیک خارج میشه. بس از ساختار چه عصبی خارج میشه؟ اینجا باید رنگ دیگه بشن عصب اپتیک، عصب اپتیک، عصب اپتیک است. یک شریانی هم میاد وارد داخل حفره اوربیت میشه به نام شریان چی؟ شریان افتالمیک که دقیقا قسمت تحتانی خارجی عصب اپتیک است. تحتانی خارجی عصب اپتیک است به نام شریان افتالمیک که میاد وارد اپتیک میشه. این شریان افتالمیک است، افتالمیک اگر من اینجا بخواهم بکشم اینجا داخلی دیگه دقیقا از این داری. خب این نحوه ورود و خروج اعصاب وارد چشم هست، داخل چشم هست که اینجا با هم بررسی کردیم اعصابی که وارد چشم میشن و همچنین شریان‌ها کلیه ساختار. یه چند دقیقه استراحت کنیم تو ویدیوی بعدی عملکرد و سرانجام هر کدوم این اعصاب که به کجا میرن با هم بررسی میکنیم. فعلا خسته نباشید، یه 5 دقیقه دیگه میایم ادامه مطالب رو خدمت شما عرض میکنم.